بهتره که نکنی دیگه، یعنی اصلا اون روزی که قرار من رو ببینید. آقا یه سوال، صدا ایمان بعضی موقع میاد تو؟ آره میاد تو اتفاق، از یکی از اینا من رو داره. میخوایی مثل زن شعره که یه بشقاب رو شعر میکنه من رو یه میکروفون رو شعر کنی؟ نه مرسی، خیلی ممنون. من پیش رد دادم ولی ایمان رد کرد. ایمان رد کرد. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز، ما برگشتیم با اپیزود بعدی با سپه. سپه چه لباس دواز کردی؟ سرد شد اینجا گل من. من اینجا رو گوشم رو کوله. نه من گفتم مثلا این حس این که اپیزود بعدی هستش باشه. خب ولی این لباس تو برای ما نمیده. آره ولی نه گفتم حداقل باز بهتر از هیچیه که من مثلا الان روز دومه، اپیزود دومه الان اومدم، یه خورده تنوع طلبی باشه تو برنامه. تاریک نیست دو تا دوربینمون؟ خب میتونه باشه. چه فرقی میکنه؟ هفت تا سیبیل نشستن دورم، حالا یه خورده تاریک ده. سپر سفر میری چقدر لباس میبری؟ هیچی. از اینایی که زیاد لباس میبری؟ خستگی داره. اتفاقا آدمی هم که دوست دارم لباس زیاد ببرم. ولی الان جدیدن فهمیدم اشتباه اشتباهی. به اندازه بعد کووید دیگه. آره بعد کووید فهمیدم که اصلا لباس بدون لباس هم بری اوکی. نه مثلا من ایران رفتم زیاد لباس نبردم، فهم کنم کار خیلی درستی هم کردم نبردم. اضافه آره چون اصلا از پسر خالم سایزش با من یکی بود، لباسه بهتری هم از من داشت دیگه، میگرفتم دیگه بهش پس نمیدادم، خالی رفتم پر برگشتم. آیا پس ندی؟ سهممو گرفتم. آره با برنامه رفتم. آره با برنامه رفتم بیچاره. خیلی خوب شد. چیزم بود سفید شده چی داریم بیر میشیم دیگه، یه موی سپید و توی آینه دیدم ولای لای آجی دیگه موامون داره، ایمانم داره ریشاش سفید میشه. امروز به من داره با سرعت 120 میره نگاه کن ریشم سفید شده. داداش جلو رو نگاه کن، حالا اونو بعدا من میبینم از دل در میاره، با موچین میچینم. آره پیر شدیم، رفت پیر شدیم ولی بزرگ نه. آره چه خبر هفته تون برامون بگید؟ هفته رو مگه تو اپیزود نمیگفتی؟ نه نه شما دو تا الان میگین بعد ما تو. نه ولی چه جالب بگم. جالبه. جالب نباشه. هر رستورانی که میری داش فرهاد ما بود. جالب نبود همه بریم. از رستورانی که میره بود یا بار رفته بود یه رستورانی، من اینجوری نگاهش میکردم مثلا چه رستورانیه داره مثلا. نه اذیت کردی. وست کوست رفته بودی چی بود؟ لابستر خورده بودی و لابستر که ایمان میشه مثلا لاب سلطان لابستر داش. ایمان فقط میگو میزنه، میگو لابستر خاویار صبح بیدار میشه، این سه تا نباشه از تخت بیرون نمیاد. او چیزایی که ایمان میزنه بود که گوشت کروکودیل گرفته دیگه. آره بگو حالا گوشت کانگورو اسپانیا. این خب تولد ایمانه، بهش تبریک بگیم. آره تولد مبارک باشه. تولد مبارک باشه. بعد اینو که ما به ایمان تبریک گفتیم خیلی چیز به وجود آورد، خیلی شبهه به وجود آورد. آره هیچ کی البته الان که اپیزود پخش میشه دو هفته از تولد ایمان آره گذشته. آره خیلی خوش گذشت و اون شب تولدش رفتیم بیرون و عشق و حال و اینا. بعد خیلی جالب بود دیگه، ما اومدیم شبهه به وجود آورده بین برای کی شبهه به وجود آورد نمیدونن، اکثر همه نمیدونن تولد که جوری که عکس گذاشتیم و اینا. چرا دیگه من عکس آخر مشخص نبود، ماه مشخص، روز مشخص. نه اصلا نمیدونن تولد کی هست. نه ولی فصل مشترک سه تا استوری یه نفره، برای همین از اون میشه فهمید. خب اگه دقت بکنن آره، ولی خیلی اشتباه گفته بودن و به فرزاد زیاد تبریک گفتن. جدی؟ خیلی خوبه. فرزاد ایمان ندارم. خیلی خوبه. آخه تولد من که بود استوری نذاشتید. واقعا در این حد تیم قویه. ناراحت چه چه دارک شدین؟ واقعا استوری نذاشتید؟ فکر کنم نذاشتید. نه آقا گذاشتید 100 درصد. الان علی اصغر میاد. 100 درصد اوکی. خب بگو حالا چی میگفت. همین این جالب بود. بریم. خانم من آره تولدت مبارک، خیلی جالب بود. تنها بهش الان چیه اینجا؟ یه اتفاق افتاد که بچه ها دیگه رفتن. جالبم خیلی جالب. فرضا الان میره؟ میدم من دارم. ایشون هم بخوام برن. خیلی لوسی. بابا آخه هایپش یعنی من داشت جالب بود. اتفاق جالب بود. خیلی موقع فراد بد رفت داریم. هنوز سپه نفهمیدی. چی شده؟ قبلش گفتیم اگه جالب نبود ما میریم. بعد پشتم آه نفهمیدم. نه آه برو سفر آمریکا مونده. من تو آمریکا من رو تولد ایمانم.
استارتش زد. نه من قسمتی که پوشیم میریم و ندیدم و یعنی من هم ندیدم بودی آقا بذار من الان برم. نه من دیگه چیز بودم، من حال بلند شدن نداشتم. آره دیگه تو لباس عوض کردی. نه اصلا این دوتا لفظ اومدم ما که نگفتیم. آره دیگه دو. تو دیگه بعد پشت برادر وایسی دیگه تو میافتی دیگه خیلی بد میشد. آره اصلا سر نمیشد بلند کرد. خب شما چی جالب می‌خواست بگی؟ نه می‌خواست هفتهش برام بگه. آره من آپدیت دارم روی دوشکم اگه دوست دارید. رو دوشکتون. ها آره برگیر دوشک این دوشک داره بعد گفت. فعلا آپدیت تو دوشک میده اگه میخوای. نه داداش نمیخواد بگی نوکرت هم هستم. ان شاء الله راحت روش خوابت ببره دمت گرم. نه علاقه داریم ببینیم. سپر من پیشنهاد دارم. تو به نیابت از همه بینندگان و شنوندگان و ما برو تو دوشک از این نه آقا من نوکرتون هم هستم برو آپدیتو بگیش من تنها جایی با کارون نمیرم جایی با کارون چند وقت آخه لفظم میاد یه سری چیزا میگه که اصلا میخواد ببینه من راه میدم ام نداداش اشتباه اومد سفتی سپر سفتی آره سفتی بود اون تو برنامه مهمونی میگو بابا تو چقدر سفتی آپشه من باشه خیلی خفنم آپشه فیوریت همه یکی از واقعا چیزا هست جینیس هست بده بزنی آره بده بزنی حالا تو صحبت بکن آره آیتم دوشک هفته رو داری من بالاخره رسیپی دوشک پرفکت رو پیدا کردم مگه پیدا نکرده نه اون هی ریفاینش داره میکنه هی داره آخه برند خط تولید خودشو میزنه به این نتیجه میرسیم که اصلا چیز پرفکت وجود نداره رو زمین بخوابید دیگه نه آخه مشکلی که ایجاد کرده بود این عضله سوراخ من عضله سوراخ من آ پات که سوراخ عضلش حاجی من فکر کردم سوراخ دی عضله داره آقا ایشون عضله داره آخه عضله هم داره آخه یعنی پر عضله است اما تو این اپیزود به کجا رسید این خیلی سفته بفرمایید. یعنی این من رو جای سفت که میخوام پام درد میگیره، رو جای نرم میخوام کمرم. خب این یه حالتی که هیچ حل نمیشه. پارادوکس داره بدنش. آره برای همین رفتم اون دوشکه خیلی سفت رو گرفته بودم که بچه‌ها چند تاشون دست دادن میدونن. آره اومدم. آره. تست کردم. بعد این تست کردی صداشون در نمیاد. لو خودشونو لو دادن. خب پای من خیلی اذیت میکرد. بعد اینجا یه چیزی هست ماتریس تاپر نمیدونم حالا شنیدید یا نه. بله. آره یه مثلا تو میتونی فوم اضافه بگیری با حالا درجه نرمی مختلف بعد اینو بندازی روی اون آره بعد من اینو سفارش دادم از آمریکا هم اتفاقا اومد اینو انداختم روی اون یه فوم 5 سانتیه این دیگه عالیه چون این 5 سانته نرمه اون مشکل پا رو ندارم بعد زیرش هم سفته اون مثل باکس سپرینگ عمل میکنه یعنی میری یعنی وقتی فرو میری دیگه صفر میری. خیلی فرو نمیری دیگه ماکس تو 5 سانت میتونی فرو بری چون زیرش اون دوشک صفر است خودش هم اونقدی نرم هست که مثلا شونه حالا بعضی شونهشون درد میگیره من مشکل حالا ما رسیپی رسیپی تخت داشکارون رو زیر با زیرنویس اینجا براتون پخش میکنیم پس یعنی ان شاء الله به زودی هم خط تولید تختش رو راه میندازه کارون بت آره به خاطر اینکه تجربه‌ای که من کردم این دوشک هایی که خیلی مرتفعن و فنر دارن اینا افتضاحه مثلا برای بدن خیلی بده اونا بدن آره این به نظر من خیلی یه سوال یعنی تو میتونی فومه رو رو زمینم بندازی همون کارو بهت بده آره فلش بک زدم به رشیدی کانادا بود منو اسلیپ کانتری کانادا بود منو جی تخ رفته رسپی در آورده شما کی باشین بتونی تو تازه نمیدونی یه قسمت آخه اندازه داره میگه 5 میل این باشه 5 میل اون باشه میل آره چند بود سایز بندی هم کرده صفحه اگه یاد باشه از تو اون جکوزی اون صفحه آره من اون آره همین میگم از سانشان کوس داره رو تخت کار میکنه هفت مومبه آره هفت مومبه هفت مومبه کلی راه رفتیم کلا اونجا خیلی به کهکشان مثلا اسمش سانشان کوس بعد از اون میشه هفت مون و سیشل آره ولی خب آقا کارون ابعاد یه خورده برای ما توضیح بده اینا اونایی که مشکلی شیرم روشیرم تو کار کرده تست کنن یه مموری فوم میگیرید بله. بالا ارتفاع مختلف میندازید روی یه دوشکی که خیلی سفته این بهترین دوشک دنیا رو تولید میکنه فنر رو اون ارتفاع وحشتناک اینا لازم الان خود کارون بود میگفت مشکلات جهان اولی نه آخه حالا نه این مشکل خوابو همه آدما دارن حالا من اینکه متوجه نمیشم ارتفاع من هیچ وقت متوجه نمیشم لازم نیست نه ارتفاع فرق برای چی احساس میکنم تبلیغات بی خوده بذار من فکر کنم به خاطر اینکه زمین خیلی وقت به سطح زمین نزدیک میشه سرد میشه است یعنی حالا من چیزی رو بگم مثلا من خودم تخت خودمون چیزا رو نداره اون باکسر رو مثلا نداشت همین خیلی پایین تر بود
با تخت مامانم که مقایسه میکنم واقعا مثلا اون شب گرمتره تو ارتفاع. آره خب گرما همیشه میره بالا ولی خب برای تابستون بعد دیگه اون بود مثلا من میفهمیدمش، حالا نمیدونم چیز چی میگن سلفش. ما سانشان گوز که رفتیم طبقه آخر خوابوندن ما رو، ولی با سردمون شد هفت مونبه. میگی چی شد؟ ما خیلی چیز بود، ما مردی که سربازی انگار رفته بودیم، تخت گذاشته بود باید پله چی بود مثلا دو طبقه بهش میگن چی بهش میگن بانجر، تخت های دو طبقه، بعد نردبون هم نذاشته بود، باید صخره نوردی میکردی مثل سنگ میرفتی دوباره زی بالا. و ما هم همه چون بخاطر اینکه ادویل خورده بودیم و قرص سردرد و تاینالون و اینا، آنتی استامین آره آنتی استامین هم خواب برای شروع کننده از اولاد شباسینه زیاد، آره با روباکسین مثلا بعد دیگه بعد یه سری برداشتگارو خب بیشتر چون جیم میره اهل ویتامین جاده به کمپلکس 12 و این دور داستانا دیگه ما رفتیم فرزادم رفته بود طبقه پایین نامرد خوابید. خب تو که مثلا اهل هیچی نیستی، بهت آفر دادیم یعنی آقا آفر، من تو اون حالت آفر میخوام چیکار، من هر چی بود رد میکردم یا قبول میکردم یا رد میکردم. خودتون میرفتیم بالا میخوابید، ما وای وایسادم 2 ساعت دارم بالا رو نگاه میکنم و کجا من میتونم مثلا برم رو اون تخته. ولی سرد بود آزم برات نه؟ آره دیگه تو اون لحظه سرما بالا رفته بود، گرما اومد بود تو اون لحظه جاشون عوض شده. ولی خلاصه داشت کارون یه رسیپی تخت سفتی به ما دادن، تخت سفت. هفته تو چه بوده فراد؟ هفته منم خوب بوده، همش به کارو چرا خیلی من تو ذهنم خوام من فرادو ابیوز میکنم، ایمان از کار میکشه. آره میان سر میزنم، بیان یه سر ما بیان. یه اتفاق عجیب افتاد سر کار. ببین اگه عجیب نبود ما میگیم. آره ما میگیم. عجیب نبود. به فکر بودم. آن نشسته بودیم کار میکردیم و اینا. یه هموطنی اومدن داخل. خب سلام هموطن. آره سلام بفرمایید در خدمتی اینا. گفتن شروع کردن داستان تعریف کردن. اشکال که من تو اومده بودم. نه. من حالا اون داستان تبلیغات نکن آقا، تبلیغات نکن. داده. بعد ایشون اومدن با یه حالت چیست با یه حالت خیلی سراسیمه و اینا، ظاهر موجهی هم داشتن، ظاهر تیپ مثلا لباس ورزشی پوشیده بود، ورزشی مثلا لولولمن. تو آقا با برند شما چرا چیز میکن مردم رو جاج میکنه؟ نه آقا اصلا شما یه ماه رفتار دوست شده سراد جان. شما یه ماه وقتی که زدی تو کار صرافی همه رو با داریم به مادیات توجه میکنی، معیارت شده لباس آدم ها دیگه، اصلا همه چی اصلا بالا به پایین میبینی، رستوراناش عوض شده، چرا فرزاد تغییر نکرده؟ چرا تو همش دیدن رستورانایی که میره اصلا چشام باز میشه این میبینه، اصلا میگم اگه همچین چیزایی هست آدم بخوره عشق میگه واقعا هست. اگه خواستی من اجی نداداش اونجا من پیاده میشیم، ما اونجا کلی پول و اینا نه ایمان ولی میگه هست. یعنی من سفر همین مثل خارج که رفتیم میریم برمیگردیم حالم میکنیم انگار ریفرش میکنیم، یه هوا آمریکا بهمون بخوره حال کنیم برگردیم. ولی ایشون از وقتی که رفته تو این کار حالا بذار داستان این اومدن و اینا سراسیمه گفتن که آقا من وسایلمو تو شهر سوری جا گذاشتم، همه وسایل و مدارک و کوله پشتی و کیفولم و اینا. خب من همون لحظه گفتم میگم اونجا جا گذاشتم. من سریعا خب قضاوت کردم گوش بدید گفتم خدا بخیر کنم ببینم چی میشه. بعد گفتم که خب من چیکار میتونم بکنم، یعنی تقریبا چه ربطی به من داره. بعد ایشون گفتن که ببینید من یهو مثلا اینو داشت با ناراحتیشون میگفت، یهو مثلا زد تو خط خنده و مثلا صورتش بشاش شد و اینا. آره دیشب خیلی ما داشتیم خوش میگذروندیم و تکیلا و اینا، من اصلا صبح نفهمیدم کجا چشم باز کردم و الان وسفنم. گفتم خب بدتر شدی. آره بدتر خوش بخنده نمیزد. من گفت به خوشگذرونی اون منو میخوام نو کردم، من میخوام تا سر کوچه بریم پدرم درمه، تو از سوری کوبیدی بلند شدید آخه نمیدونم سوری کجا، سوری 40 دقیقه از منطقه 40 دقیقه ایه 40 دقیقه ما رفتیم یه ساعت آمریکا فقط 45 دقیقه تا سوری بوده، یه رو بهش از
راست میگی، سوری یکی از بزرگترین شهرها. من یه چشمو باز کردم وسلم و دمشم گرم. حالا جاری اونا ببخشید من میپرم وسط هم میام، ولی خدا وکیلی حال میده سوری چشتو ببندی وسلم. چون وسلم از یه منطقه سطح پایین صبح هم مست باشی سطح بالا مثلا چشتو باز کنی، خیلی حرفه. حالا سوری هم یعنی خیلی ازوان سطح پایین هم نیست، ولی جان نگه نه آره سطح بالا هم داره، ولی اینجوری که شما میگین آقا بعید میدونم از اون. من جنسیتشو نگفتم، آقا قضاوت نکنیم لولولمون، ولی پوشید. خب چی؟ خب شهروند ایرانی. من تو الان آقا تو ذهنم منم آقا بود الان یه خانوش ما سکسیستی. من اصلا نگفتم، یعنی بذار خودت تو فکر کن. آره بعد گفتم خب حالا اشاره که سلامت باشید و اینا. بعد ایشون گفتن که ببینید یهو مثلا اینو عوض کرد، گفت ببین من ساعتم هست، گوشیم هم هست، عکس دخترم هست، من دخترم دارم، من به خدا 40-50 دلار بیشتر نمیخوام. یعنی همینطوری کانورسیشن پیش میرفت، یعنی اطلاعاتی که من میگرفتم اینقدر جسته گریخته. بعد من گفتم که خب 40-50 دلار من به شما بدم و اینا. آره به عنوان هموطن من کمک کن، من حداقل برم تا سوری مدارک و کیفول و اینامو بردارم بیام فردا اینجا، من پولو به شما میدم، به هموطنت کمک کن، به همینطوری میگفت به هموطنت کمک کن. بعد من به حالا همکارم نگاه کردم، گفتم خانم من اینجا کارمندم، من نمیتونم 50 دلار در بیارم و دخل به شما بدم که همینطوری و اینا، والا کمک من چیزی ندارم، چی بهش میگن جای قدرتی ندارم. تو پرانتز بگم داش فراد اینو گفته که ریا نشه. آره ندارم. حالا این داستانو همکار من یک سال دو سال پیش برام تعریف کرده بود که همچین اتفاقی توی یک جای دیگه تو نورث من افتاده بود، این همین سناریو. خب من همکار من سرش پایین بود، اتفاقی که داشت میافتاد سرشو که آورد بالا، این خانم با اوشون چش تو چش شد و ایشون قبلا همین سناریو پیش اومد با همین شخص، با همین شخص، با همین خانم بودن. پس و خب نه الان اونش مهم نیست. و این خانم یهو عصبی شد که اون همکار خب. منو دید و اینا چه قورتی داد سپر. من چه خودم یه لحظه جاش گذاشتم خدا وکیلی استرس گفت یه حالتی اصلا تهاجمی، یعنی خدا شکر شیشه و اینا بین ما بود حمله بر گفتش که اصلا من نمیفهمم 40-50 دلار برای شما باید هیچی پول باشه. هموطن تو میخوای تو این شهر غریب ول کنی فلان بیسار، شروع کرده به جیغ زدن فریاد زدن. گفتم خانم حالا آروم باشید، ولی خب آخه من نمیتونم به شما پول بدم، حالا این درخواست رو کردین، حالا برید از جای دیگه، اگه بیزنس های دیگه میتونن کمک بکنن. بهی به همکار من نگاه میکرد صداش میبرد بالاتر. خلاصه ایشون حالا ما چند تا صندلی همون جلو بود، یه صندلی رو داد کنار رو گفت واقعا که مایه ننگ جامعه شما و اینا. خیلی ایشون چیز شدن، خیلی ناراحت شدن که ما 40-50 دلار ندادیم و رفتن بیرون و گفتن باعث این دقیقه همه آدمه سرفکندگی. بله این هر چند سالی بار شروع کرده. نه ایشون مثل اینکه روال کارشه میره بیزنس های مختلف و من افراد زخم خورده رو بعد این داستان باشون آشنا شدم که واقعا یه سری پولای زیادی دادن به ایشون و یه حالت فریب فریب دهنده ای داشت، میتونست داشته باشه این شخص. تو ایران هم چیزی بود سر نیایش وای میسادن، بابا اصلا اینا ایرانی ها طراحی کردن. نه حالا ما چیز بود، این همین اتفاق افتاده بود که مثلا یه نفر سر اتوبان وایستاد، روی پیرمردی بود و اینا که آره مثلا من الان تو کیفمو زدن و اینا، اگر که من پول بدیم من بتونم تا فلان جا برم، بابای من بهش پول میده و مثلا هفته بعد دوره میره رو همونجاست، مثلا دوره جلو بابای منم میگیره، یعنی طرف کارش این بوده و ما با این سطح بیزنس اونجا آشنا شدیم سر نیایش. مثلا ببری با بنز جلوش بگی بیا سوارشو من برسونمت، میگه نه پولشو بده. میخواین بریم تو اپیزود که هنوز دوباره تو اپیزود نه مثل لوپه دوباره کمکم نکردی تو واقعا که ما جلو جمع چیزی رو دارم آقا بگفتی داد سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی، من ایمان هستم، یکی از میزبان‌های برنامه، در کنار من تمام سیبیلای شهر نشستن کارون، فرهاد، سپر و فرزاد.
سلام 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 سلامتی حس کنم از این سلام خوشت نمیاد حس جوریه بیا تو میکروفون سلام با هم بگیم سلام خندوانه هست چطوری؟ میکروفون خیلی دوری آقا ما برگشتی با یه اپیزود جدید دیگه این هفته طبق روال هفته گذشته فقط یه دونه اپیزود داریم که سپر پیش ماست و هفته بعد هم اپیزود سیزن فنالیمونه که به صورت لایف میریم با بچه ها حالا اطلاعات بیشترشو با اتون به اشتراک میذاریم آه هفته دیگه اینه من نباید بیام نه شما دو هفته دیگه نباید بیای هفته دیگه میتونی بیای ما نیست شما نیست خواستی میتونی بیای سابتو بزنی با جلسه گفتی هفته دیگه هم هست یه خود همین امروز بود نه شما هفته دیگه بیای آره هفته دیگه شما بعدش هم میتونی بیای آقا شام چی میدین راستی جونم براتون بگه که آقا برگشتیم با اپیزود جدید دیگه اگه که اپیزود هفته قبل رو ندیدین ما دوستمون سپه رو آوردیم اینجا پیش ما باشه بعد از 8 فصل در بین ماست میخواد میگه 5 فصل میگه چند سال 8 فصل 8 فصل آره 4 سال از 2017 در حد پریزن بریک خلاصه داریم میگیم میخندیم اپیزودهای گفتگو محور خاطره تعریف میکنیم از فرات صحبت کردیم از دادگاه جانی دپ صحبت کردیم هفته پیش دیگه چیا رو گفتیم اما گفتگو محور شک صحبت کردیم کووید صحبت کردیم من میگم با گفتگو محورش مشکل دارم به خاطر اینکه بیشتر خیلی سطح توقع رو میبره بالا ما بیشتر داریم به حالت دیگه تو بزلگویی بزلگویی رو بیشتر به نظرم روش تمرکز کنیم که اکسپکتیشن ها بولا نباشه آره داریم میگی میخندیم دور هم دیگه که تصویر نمیبینم بگو من لباسم عوض کردم آره اون که تصویر نمیبینم سپل لباسشو عوض کرده اگه بخوایم بدونیم گل من آره یه سری گل گلی پوشیده آره گل من حرف میزنه ایما بگو نه چون صدام تو گوشش نمیره احتمالا اذیت من نمیتونم ای صدام تو گوشت بگو ادامه بحث تجربیات دوستان با بعضی از هموطنان بود تو شهر منم یه تجربه داشتم چند وقت پیش نمیدونم گفتم رو خود کسی یا نه ولی رفته بودیم یه سوپر ایران خرید وقتی اومدم جنس ها رو بذارم تو ماشین یه آقایی زد روشونم که یه 20 دلاری بهم داد یه نمیدونم حالا چقدر بود اینو بگی برو برای من از اینجا یه ودکا بخر و من رو میگفتم خودتون برید بخرید گفت نه من انقدر رفتم اینجا خریدن دیگه بهم نمیفروشن مثلا معلوم بود دیگه. که حالا فکر کنم بنده خدا دامر خم مشکل مثلا الکل و اینا داشت بعد منم من زره چی شدم گفتم خب آقا دیگه نخرید دلیلی داره بهتون نمیفروشن یه دلیلی داره که به شما نمیفروشن دیگه بگو نه فلان میاد کازینو بگو بعد من گفتم نه من متاسفانه این کار نمی کنم اگه کمک دیگه بود شاید انجام بدم ولی این کارو نیستم بعد گفتم حالا ببینیم اون موقع بود که فرزاد با پیرمرد رفت به گردش اگه دکتر با همون بود میگفت چی میگو چی بهش میگو میگو ببین من دومن اهل عرقیجات نیستم ولی گیاهیجات در خدمت دکتر آره نه بعد من پیچوندمشون یه چیزی هم به ما گفت بعد دیدم چی گفت آره مثلا بگو من در حد ادویل و استامینوفن ایرانی هم که هر موقع کار داریم باید یه جایی برن و از این یه تیکه اینطور انداخت بعد دیدم سعی رفت سر یکی دیگه بچه ها نه بابا آره سر یکی دیگه شروع کرد صحبت کرد آخه مگه واقعا اینجا اگه مشکل داشته باشی بهت نمیدن نه شاید من فکر کنم مثل کازینو ما یه مدت بچه ها میرفتن کازینو بعد تو کاری که میتونی بکنی اینه که تو میتونی خودتو بند بکنی کازینو که دیگه راد نداره تا چقدر اگه زیاد خوب بازی کنی میتونی خود بازش رو چیز بکنی مثلا 7 سال داشت 1 سال داشت آه خودتو بند میکنی خودت میری خودتو بند میکنی که میگه آقا من دیگه تو رو خود اینجا راه ندید مثلا من همیان پولا مثلا میبازم من غلط کردم میافتم آره من بچه ها میرفتن آیدی بقیه دوستاشون میگفتن با آیدی اونا میگفتن آره دیگه یارو دیگه یه لولی بود دیگه اون با خودش این کارو میکنه با بقیه ببین چیکار مثل نوتیفیکیشن آیفونه من اکتیویت چیز گذاشتم لیمیت گذاشتم واسه سوشال میدیا مثلا در روز چه میدونم نیم ساعت یا یک ساعت روش بعد نوتیفیکیشن میاد همه اپلیکیشن رو شات میکنه بعد یه آپشن داره میزنی که مثلا نه ایگنور دیگه این همون داستانه معتاد مجازی شدی این باید به مادا بگی تو آنبرنش کنن دیگه آره خلاصه چیز عجیب بود دقیقا همین کارو میکردن یاد میاد
یه مدت با بچه‌ی آره اونا که اصلا چیز بود فرق نکرد باحال، فقط راه کار ما رو سخت‌تر و پر استرس تر کرد. ما می‌رفتیم برای بقیه، می‌رفتیم از بقیه براشون آیدی جور می‌کردیم که مثلا بتونن تشریف بیارن تو. خراب آیدی باباشو می‌آورد که اون بره تو. بعضی موقعا نمیتونستن برن تو، پول میدادن به ما میگفتن مثلا اینو برو بذار رو قرمز. من تو هم استرس میگرفتی، حالا اینکه به بازه میگی نیا کن دستت خوبی نحسی داشتی یا خودت گفتی بذار رو قرمز قصد نکرده بودی. آره مثلا آدم باز میترسه. آره خدا وکیلی هموطنا شد. این گروه همیاری ایرانی ونکوور دیدی تو فیسبوک؟ خوراک سپره. بله. آره ما حالا نمیتونم راجبش صحبت کنم چون خودم بهش تبلیغ میدم، ولی خیلی بامزه اصلا. یه چیز وحشتناک بامزه. منو اپروف نمیکنن بیام تو گروه، نمیدونم چرا. تو رو میدونم به خاطر اینکه برای آقا ودکا نگرفتی. شاید همونه. دست هموطنتو نمیگیری اصلا. چیز همیاری ایرانی ها اصلا دیگه چیز شده. یه دقیقه بذار ببینم آقا کارون چی داشتن بگن. با یه بنده خدایی از ایران اومده بود، اون تو نوشته بودش که راحت ترین و ارزون ترین راه مهاجرت به کانادا چیه؟ مدرک زبانم ندارم. آقای نگو که دعوا شد زیرش. آقا ملت شروع کرده بودن به این دریوری گفتن که اینجا آدم داریم، خانوادهش اینجاست، مدرک زبان داره، پرونده چند ساله تو نوبت نتونسته بیاد. نمیدونم اون یکی گفته شما چرا اینقدر راحت طلبید. یکی دیگه گفته بود ما اومدیم اینجا مجبور شدیم سه برابر ایران کار کنیم. اینجوری داشتم میخونم اصلا نمیفهمم بی ربط همه ربطی به آرمه. سوال داره انگار اون بدبخ مثلا میخواد به جای اینا رو تنگ کنه. بعد چند مثلا بعد انگار خودشون همه بعد کسایی که نوشتن تو انقدر بیکاری نوشتی را داری رو کامنت میذاری تو فیسبوک. هر کی ندونه انگار دکتر مهندسن دارن تو یو بی سی درس میدن مثلا. بابا جمع کنید برید دیگه. بعضا کامنت های بزرگی هم میذارن. آره بعد خیلی آخه هشتره. ببین باید بخونی آخه. نمیخوام آروم باش یا آهنگ بریم بچه به بریک بگیریم. نه بعد من واقعا میخواستم ببینم داستان چیه. دقیقا هم که سپر میگفت انگار تا حالا طرف بخواد بیاد اینجا میاد جای اینو تعیین میکنه یا همه اینا انگار یه چیزی یه جایی رفته تو پاچهشون عقده‌ای شدن که اومدن سر این خالی میکنن. یاد اون چیزه افتادم، ناظمه افتادم که طرف به یه جایی رسیده بود. من یه چیزی هست موهای... گیتکیپینگ دیگه. چیه؟ گیت کیپینگ اینه که تو وقتی به یه جایی میرسی نمیذاری بقیه میگه آره حالا که من به اینجا رسیدم شما حتما باید همتون یه همچین مثلا یه بدبختی رو تو سر چون دهن من سر شده دهن تکتکتون بس آره. سر این خصلت چیزه. بعد جالب ایرانیای تو خود ایرانم همین فکر رو دارن نسبت به مثلا کانادایی ها که شما مثلا دارین اونجا عشق و حال میکنید و فلان. بعد برعکس اینم هست. بعد مثلا انگار دعواست که بگی کی بدبختی داره بیشتر میکشه. آقا مثلا نمیگید آقا برو مثلا یه کلام بگو آقا شما همونجوری که من اومدم رفتم با یه وکیل صحبت کردم شما برو با یه وکیل صحبت کنن که شرایطشو داشته باشی. بعد که تو قرار نیست به یارو ویزا بدی که اون سفیر نشسته اونجا مدارک چک میشه دقیقاً بعد اون رو میزنه دیگه. آخر حرفاش کاملا درسته. نه درست میگه. و من اینجوری بودم که چرا مسخره بازی بابا عقده ای میشیم همچین کاری میکنیم. بعد اینا همه ببخشید میمونه حرف من دلم پره و همه اینا آدمایی ان که میخوان و اصلا همه این آدمایی که اینجوری فکر میکنن همه دنبال اینن که مثلا پیشرفت کنن و مملکت پیشرفت کنه و اینو خوین طرز فکرا که تو حاضر نیستی این نفر مثلا بیا پایین بده تو دوم پست گذاشتی بیا پایین بده. حالا من اینو من مقایسه میکنم با حالا فرهنگای دیگه خارجی ها. تو هر زمینه‌ای که بگید یه سری فروم و اینا هست، شما سوال میپرسید و هر سوالی بپرسی واقعا آدما میان تجربه درستشون رو در اختیارت میذارن. خب مثلا چون برای همین قضیه مهاجرت کلی فروم از طرف هر سوالی داشته باشه میپرسه آدما میان صادقانه کمک میکنن و این کمک کردنه اون باعث میشه که پیشرفت حاصل بشه. حالا یه ویکی درست میشه، این اطلاعات شیر میشه، تجربیات به نسلهای بعد منتقل میشه. ولی اینجا وجود داره، یعنی آدمایی که ترول میکنن هم تو همش وجود داره. یعنی تو خارجی میتونی نیست که آره. توی سوال بپرسی همه مثلا بیان آره. ولی مثلا تو ردیت سوال بپرسی، توی هر فرومی که فکرشو بکنی بپرسی، یه سری آدم مثلا جواب درست حسابی میده. این بنده خدا همه شروع کردن بهش دریوری گفتن. یارو گفت این کانادا چه جای مزخرفی، من بخوام بیام اینا بدتر از ایران. آقا من تو این گروه رفتم بلیت کنسرت مهران مدیری رو بفروشم. آها بهت گفتم مزدور.
اصلا ما رو چیز که اصلا نابود خب آقا یکی حالا ببخش یه چیزی یادم اومد یه دونه اومده بود نوشته بود سلام دوستان من تازه بنده خدا اومده بود و نمیدونست چی نوشته زده بود که تخت من فهمیدم که بد باگ زده چیکار کنم او راست میگی سوال موجهیه خیلی آره خب مثلا طرفم نمیدونست بد باگ چیه مثلا الان خودمونم ببین یارو بد باگ زده میگه من چیکار کنم خب شب بخوابم میگن تختت بد باگ زده هرکی ننگه مثلا اون اومده سراغ چیز بدیه یکی زده بود مثلا وای چه ترسناک یکی زده بود شما شبا چه جوری تا الان خوابیدی بابا حالا یارو نگو بی دوست درش یکی را چهارشون میدونه بگه مثلا بابا این کارو بکن این کارو بکن و مردم مثلا میان انگار کامنت به هم میدن که مثلا نمیدونم ولی حالا بگم من تجربه هم اینطوری که توی چیز برای مثلا حالا قطعات موتوری که میخوام عوض بکنم اینا خب توی همین ردیت و فرمای مختلف اون برند حالا موتور اینا میگردم دنبالش مثلا سوال میپرسم و اینا یا مثلا سوال بقیه رو میخونم مثلا یه نوشته که آقا من این مشکل مشکل دارم واقعا سه چهار نفر اول اینطوری که به درک این مشکل داری میخواستی مثلا این کارو نکنی که این مشکل داری یعنی همه جا همچی چیزی وجود همچی برخوردی وجود داره حالا شاید درصدش کمتر باشه یعنی توی اون فرما مثلا من میبینم که شاید از کامنت پنجم به بعد دارن کمک میکنن آدما آره اون به مودریشن ایناش هم ولی خیلی ریشیوش کمه مثلا 5 میگم حالا ولی مثلا ولی نه حالا من اینو میخواستم بگم که اینطوری ما نیم بگیم که اینطوری برداشت نشه که توی فرم خارجی هیچ مشکلی وجود نداره فقط توی فرم آره بلو بلو بلو. نه حالا ما میگیم ایرانی حالا چیز نگیم بگین همه فرق دارن و حالا ما جنبندی کلی فقط به اینکه راحت تر بود گفتیم حالا میدونم همه اینجوری نیستن همه جوره همه جا هست با تشکر آبارو که اجازه هست ولی حالا این قضیه فرم داشتن این خیلی کمک میکنه توی در واقع مشاغلی که هست و حرفه‌ای که هست فرضاً شاید بدونه مثلا برای کامپیوتری استک اورفلوی هست چون واقعا هر سوالی توی هر بخش کامپیوتری داشته باشی اونجا قبلا یکی پرسیده و یه عالمه جواب خیلی مثبت اونجا هست بعد این اصلا کمک میکنه به پیشرفت حالا هر چیزی پیشرفت علم نمیدونم فرهنگ هر چی که هست برای همین لازمه که ما هم یه ذره وقتی که حالا دستمون میره رو کیبورد داریم مینویسیم شما که حالا اومدی رسیدی به کانادا به هر نحوی که بوده دیگه اون آدم هم حالا یا میتونه یا نمیتونه فرقی برای شما نداره ولی اگه میتونی کمکش کنی چه میدونم در حد معرفی یه وکیل یه چیزی بگید مثلا تو عقدهاتون اونجا خواهد آره تو ساده ترین تأثیری که میتونی روی کسی بذاری به خدا با همه کمک کردن محبت دیگه. آره با از محبت خارها گل میشود شما اسم وکیل براشون فرستادین من جوابی دادی؟ ماجی جرئت نداری بری اونجا بنویسی دو تا هم فوشت میدن خاطر اینکه ننوشتن بهتره نه به خاطر اینکه من مدلی که اومدم به درد اون آدم نمیخورد شاید میتونه ایشون بابا مدلی که رو هوا جز فرار من رو هوا زدن ایشون هم دیدی داشت چی میگفت صحبت علمی کرد من اصلا دو ساعت الان هنگ صحبت علمی شد داشت چی میگفتی استاتیکو چی بود گفتی یه چیزی میری ریسرچ کردی اونجا یه چیزی گفتی الان ماله فکر کنم یه دایمنشن دیگه بود نه تو خودت به تو گفتی مو استاد خونده استاد خونده تو به من گفتی تو فرهادی گیاهی جان نه ماله داشتی صحبت علمی کردی واسه سر کار و اینا میگم آها گفتم پرستار و اینا نه آقا بی خیال آقا این با ما بودی آره نه چیزه چرا یادم نیست آقا کلا همه این قسمت این تیکر رو سانسور کن ولی نه سانسور شاید نمیدونم افراد نمیدونن خب دیگه قاعدتا ولی مثلا من تجربه شخصیم تو ردیت یک کردیت کارت برام اومده بود آفر بود یه بانک اصلا باش کردیت کارت نداشتم گفته بیا این کردیت کارت رو من به تو میدم بعد نمیدونستم اینو قبول کنم قبول نکنم نیازم نداشتم ولی نمیدونستم شاید مثلا اگه قبول کنم خوب باشه من این سوالو روی یه ساب ردیت فکر کنم کانادا فایننس یا همین چیزیه زیر مثلا 20 دقیقه 3 4 تا جواب مشتی که مثلا آنالیز کرده بودن که مثلا این بدیاش چیه خوبیاش چیه فلان و تو این کارو بکن من تجربه خیلی خوبی داشتم آره بابا اصلا تو میخوای یه چیزی به مثلا من خودم حالا کار چیز موسیقی میخوام بخرم مثلا فرض کن یه همچین چیزی میخوای بخری
میری ریویو رو چک میکنی آقا از نظر قیمت مردم مثلا مشکلاتشون چیه، همه نظراتشون رو میدن که حالا این جدیدن مود شده چه بود گفتی آن باکسینگ مثلا میکنه، طرف میاره دونه دونه میگه که چی. خب این مثلا هم به اون شرکت کمک میکنه به قول تو سطح ارتقای علمشون، بعد مثلا تو هم میدونی بری چه چیز درست بخری که فید خیلی آخه سطح بالا صحبت میکنه اصلا نمیشه آجی دارا من تو یه ارتقای سطح امینه ما الان گفت یه خورده بچه چیز کنی یه خورده یه موزیک پخش میکنی خورده دوباره برگرم حالت اول سم. خب پس سپر رو از دست داری، من از اون چیزی که میترسیدم ولی لغات درست میاد من اینو بگم، من از اون چیزی که میترسیدم سرمون اومد، سپر حدشو رد کرد دیگه، دیوونه شد دیگه، دیگه سرمون قضیه خیلی عصبی شد. از اینجا به بعد دیگه سپر هرچی میگه رو باید بگیم که میلاد سانسور کنه، سانسور همه رو سانسور کنه. تو خودت چه خبر؟ من هفته که فقط درگیر تو بودم دیگه. آره من درگیر فقط درگیر تو بودم. به ترتیب نمیرم من از داشت ما آدمی اینجا نه اونو ایما از از پرسه نه من که هفته یادم نمیاد من قاطی کردم کلن دوباره میدم تو همیاری. من درگیر موتورم دیگه. آره الان فوکس موتور؟ نه هیچی، مثلا با هم میرفتم یه پارتیشو میخواستم عوض بکنم از قبل، الان میگم بخوای مثلا یه کاری انجام بدی روی هر مثلا رو موتوره بعد از سه هفته قبلش وقت بگیری و اینا تا بد وقت بده. بعد یه پارتیشو عوض کرده بودم و اینا و بعد میرفتم موتوره رو ور میداشتم میذاشتم یه تعمیرگاه دیگه برای چیز دیگه. بعد ببین اون بارونای شدیدی که مثلا توی دو سه روز گذشته میومد، این بارونای عجیب میومد، بعد من توی بودم که خب من باید موتور رو بگیرم کاریش میشه که یه زامیات میگرفتی موتور رو مینداختی به چیز به فرزاد زنگ زدم گفتم آقا بیا با من بریم، بیا با من بریم، تو چیز کن تو پشت سر من بیا مثلا من برم موتور رو بگیرم و اینا، رفت پشت سرم بیاد که کسی نزدیک. بعد خلاصه دیگه با فرزاد رفتیم و اینو، من گفتم آره دیگه توی اون چیزم نگاه که هواشناسی هم نگاه کردم دیدم نوشته کل هفته چیزه دیگه، آره بارون و اینا، منم نمیتونستم زیاد در واقع بذارم اونجا بمونه. بعد از چون به یارو گفتم من وای میستم تا آفتابی بشه میام برش میدارم، گفتش اگه بخواین کارو همه بخواین این کارو بکنن اینجا تا خرخره و موتور بچینیم ما به خاطر اینکه بعد یه باکتو ببریم اگه ما چقدر جا داریم. گفتم که باشه دیگه، فرزاد رو برداشتم و رفتیم موتور رو آوردیم. ببین من موقعی که رسیدم تمام منافذم آب رفته بود، یعنی جایی از بدنم 20 دقیقه فکر کنم منم یه بودی چت خیلی خطرناکه خیلی من میرفت بالا چرا خیلی خطرناکه مخصوصا روی حالا موتوری که بهش اونقدر عادت نداری و اوکی وای سورپرایز شد فکرشو نمی کنم منم سورپرایز شدم. این کیک کجا بود؟ تو یخچال نبود چرا؟ آب نشد؟ خب میدونم ولی آب نمیشه؟ آقا یه بودیش؟ آقا این کیک آوردی یه چایی هم بزنیم باش بزنیم آقا هیچی به ما ندادم بخوریم خدا وکیلی شما دست بزنی؟ دست برای چی؟ تولد بارو بابا تو سن سیل یه در خیلی لوس بود راست خیلی لوسی. ای آهنگ به خودت حالا داری ادیت میکنی آهنگ تولد بذار واقعا دمت نکن این کارو وارد دهه چهارم زندگی شدی بذار بابا چه حسی داری تولد مارکوشیس میشین تولد بذاری سه ثانیه میتونیم بذاریمش سه ثانیه این میزه خسته خیلی ممنون آقا دارم میگم برای کسی که دارن میشنون کیک آوردیم واسه ایمان با شمع خوشگل روش شمع شکلاتی به تعداد خودمون شمع گذاشتم به تعداد خودمون شمع و گل و پروانه به تعداد شماره مونه یعنی مثلا یک دو باری کرد منو فوت نکن میترسم شدم خاموش آقا دمتون گرم واقعا ممنون ازتون خیلی دپرسینگه حالا میرسیم بهش آجی منم همین حالاتو داشتم خیلی احساس میکنی خیلی عقبی خیلی عقبم الان همه کامنت میدن آره واقعا هم خیلی عقبی آره ما هم بخواستیم بگیم حق دارید ناراحتید خیلی عقبی دارید جای شما بودیم ما هم ناراحت میشه هفت تا سیبیل تو سن 30 سالگی نشستین دوره هم دارید البته ما که 5 تا هفت تا دوتامو که رفتن راست میگیری 5 تا یکیمون رفت من اونم حساب کردم دیگه بسوزه خوش تو اینجا داداش خوشگوتر با هم میسوزن
داشتم اینو گفتم فرد دست فرزاد گرفتم رفتیم موتور رو برداشتیم و اینا. ببین تو راه برگشت که اول عجیب بارون شدیدی گرفته بود. سه شنبه بارون شدید و اینا. گفتم که دیگه رفتیم و بازار بدبختیم و مثلا موتور رو برداشتیم آوردیم و اینا، گفتیم که چیزه اوکی دیگه، مثلا تو طول هفتم بارونه دیگه سوخ ندادیم. آقا فرداش افتاب شد. آره اصلا ببین عصبی شده بودم، صبح بلند شده بودم. میخوای تو صحبت کنی؟ نه بیادبه، کارون نسبت به من بیادبی داره میکنه. ولی آره خلاصه من هفتم فقط درگیر موتور بودم. تو امروز هم فکر کنم یه زخمی خوردی. نه شواری زخم امروز از هوا قرار بود. آره من دیشب امروز یه دونه چیز که با هم بودیم. نه امروز قرار بود که یه دیگه راید گروهی بود که یه دقیقه گروهی راید گروپ چی بهش میگن، مال چریتی بود، مال خیریه، مثلا میرفتن برای پول جمع میکردن و اینا. بعد من دیدم که توی چیز اون اپ نوشته که بارون میاد، بعد دیگه گفتم که بی خیال و اینا نمیرم موتورم و میذاشم یه چیز تعمیرگاه دیگه. دیگه رفتم دیروز که هوا خوب بود و اینا گذاشتم و بعد امروز دوباره همش افتاب بود دیگه. اونم از بار خود رفتیم آمریکا. آره بار خود رفتیم آمریکا، خدا رو شکر با هم رفتیم. هفته شما چطور بوده؟ زیبا بود. چه از من میاد سراغت میاد بابا شما کل اپیزود ما منم یه چایی بذارم خودم کیک بزنیم حال بعد زحمت می‌زنیم. 9 شب چای. ما بعد 2 سال این هفته گفتن پاشید بیاد آفیس دیگه. به به. بله. به ما گفتن که 2 روز رو انتخاب کنین تو هفته، مینیمم باید 2 روز بیاید، از 5 روز سر کار توی آفیس باشید و حالا 3 روزش هم میتونید خونه هنوز کار کنید و عکس فرستادم براتون، نه؟ مانیتور زدم زیر بغل. خب الان وقتی که خونه ای مانیتور نداری؟ دو تا مانیتور داشتم، گفتن یکیشو باید برگردونی و یکیشو خونه باشه. شب خصیص نمیشد صحبت هایی نمو کنی؟ نه خب دو تا دیگه بدن. خیلی سخته مثلا برنامه ریزی این که حالا یه سری دارن برمیگردن، یه سری 2 روز میخوان کار کنن، بعد لپتاپ ها همه یه نوع نیست، مثلا یه سری لنوو دارن، یه سری دل دارن، این داکینگ استیشن، خیلی داستان های زیادی هست و بد نبود، جالب بود. شلوغ شده وقت حالا آفیس رو. 2 روز رفتی؟ چه روزی دوست داری آفیس کار کنی؟ من چهارشنبه پنجشنبه ها رو گفتم میرم. خوبه چهارشنبه یه روزی که اکثریت گفتن میان. برای همین حالا اون خاصه نباشه. روز کاری ها اکثرا میگن ما میایم مثلا سر کاف. همون دیگه خب باید طبیعتا ماندی تو فرایدی برن سر لوکیشن دیگه. حالا مثلا یه سری ما میخوام تو خونه کار کنم. ولی کارتون خوبه داش. من میگم بچه تهران فکر میکنن کانادا اشغال شما هایین. چرا؟ ولی چیزه سرانت خود دوست داری بری سیز آفیس؟ ببین رفتنش تا اونجا خیلی طول میکشه دیگه، 1 ساعت تو راه. با چی؟ با ماشین میری؟ نه با اتوبوس. آبا یعنی همون جواب نه دیگه. جواب نه. آره چی چیزی تو خونه بهتر میشینه، کافی رو میذاره. ولی میزه الان هم تلفن داره، قبلا تلفن شخصی نداشتم. خب نیاز فقط میخوام زنگ به ایران بود یه سری منشی بودن همیشه. صفرش باید چک کنم. نه میگیره ولی بعدا خب بالاخره پول رو باید خیرم رو میگیرن. آره دیگه جور میاد دیگه داداش، یه ساعت با اصفهان بزن صحبت کن، یه ساعت دو ساعت نگی. سوار چی شدی؟ سوار حالا اوبر و اینا اینجا اگه شده باشین، اگه که رانندش هندی باشه نم دقت که اینا همش دارن تلفن صحبت میکنن، نه چیز داشتین یا هدفون دارن و... آره اینجا اینطوری که مثلا پلن موبایلتون میتونه آنلیمیتد باشه کامل، و من هر موقع سوار شدم دیدم که اینا دارن صحبت میکنن، گفتم اینا واقعا دارن استفاده میکنن از اون پلن. آقا تو جای اون باشی داره روزی 12 ساعت رانندگی میکنه دیگه، آهنگی نیست گوش بده، هر چی بوده گوش داده. با کی صحبت میکنه؟ کار میکردیم سر کارم صحبت میکردن، حوصله‌اش داره هم کارشو میکنه سوشالایز. حالا جالبیش این بود تو استرالیا یه سری پلن بود که مثلا با 10 تا کشور میتونی انتخاب بکنی، با اونا مجانی بود. مثلا هند هم یکی از اونا بود. من داشتم میگم که اگه مثلا اون اینجا ارائه میشد خیلی باحال میشد براشون. بابا من تو جیم دیدم ملت میان دارن حرف میزنن. ولی کارو بعد تو جیم دیگه بعد جیم که اشتباه کل تایمو دارن صحبت میکنن. چی با تلفن؟ آره یعنی کاری هم میکنه. آها ورزش مثلا داره میکنه، صحبت بعدی. هم میکنه. اصلا من نمیفهمم. زشت. کجایی؟ خب داشتم میگم بله بعد این هفته موتور شما هم رفتیم آوردیم تو بارونو. آره دیگه مریض بودم اولش، بعد بهتر شدم. خیلی هم
مشتاق امشب بودیم و این اپیزودا داشت سپهر واقعا میگردی اسختیم. آره اون لحظه که تصمیم شد که اینطوری اپیزودا رو بدیم بیرون و سپهر هم باشه ما خوشحالی کردیم جیغ کشیدیم ما هی از ایمان پرسیم گفتی بری سپهر گفتی ما کیان چون من اینطوری نبودم چرا نه سه نفرم بوده باشم چی گفتی رابطه با ایمان چیه کشیشیه دو تا مثل جاری جاری تو هفته چطور رسیدی آجا من آخر گذاشتیم خیلی راستش میذاره چیز بودم بیحال بودم چرا قرب بودت برام این همه گفتی که چرا من نپرسیدی که ببینی من زاده بیحال بودم آره نه موضوع این بود که اسکیپ کردی بود میگه نه من بیحال بودم میذاره نشستم هم کار موزیک و سر کار و چند روزم سر کار نرفتم با خاطر اینکه با خاطر ویروس کووید که آقا فرزاد نمداده بود ولی نه کرونا هم نداشتم ولی حالم زیاد میزون نبود دیگه یه اتو شکسته بودیم دیگه میزون نیستی میتونی موسیقی و اینا نه چیز نه کار کنی؟ نه نه خب بعضی ها میگن وقتی حالمون خوب نیست موسیقی هم امیت تطلوه نه اونم میگن آخه نه اگه حالا یه خورده مثلا مثلا در حد مثلا ناراحتی های سطحی احساسی داشته باشه آره آه. مثلا راست میگن و اینا من به من چیزی که کمک کنه فیلمه فیلم دیدن فیلم احساساتمو جریه دار میکنه چی دیدی این هفته؟ فیلم میبینی از روی بتمن رو دیدم که اصلا خیلی کمک نکرد موسیقی خیلی خشن کرد موسیقی نه بتمن رو دیدم و گانگر او گانگر آه پس این یه سال مغزمان آخه نه حالا سر گانگر خوردی این بود تازه دیده باری کرد چیزی که بود آخه یکی نوشته بود کامل داده بود که آره باری کرد بنفله یکی آخه زده بود شخصیت امبر مثل دختری که تو گانگر بازی میکنه و همین توجه منو جلب کرد که این فیلمو بشینم ببینم خیلی خوب داره دنبال میکنه از سه شنبه هفته پیش خیلی جانی دپ دوست دارم دنبال میکنه کلا آدم آگاهیه نسبت به اخبار بچه همه چیزی بگو دیگه آخه نه آخه چی داشته بگو چیشی در تایید حرفش این تایید کنید آخه چی؟ آخه مجبوره دیگه یعنی به خاطر موقعیت شغلی که داره زیاد بعد تو دل جامعه خود نه نه این چیزا گوش میده مجبوره که گوش میده بالاخره هر جا مثلا اینجا که نیست ما میریم صحبت میکنیم جای دیگه دانشگاه دیگه از ما میخوام بریم راجع به مثلا لکچر و اینا بگیم خب بالاخره باید یه آدم همه چیزا رو دنبال کنه محتوا داشته باشه که بتونه ارائه کنه ارائه بده سپورتینگ داکیومنت آها اینو میخواستم بگم وای میخواستم چی مثلا ما تو این برنامه اومدیم میخواستم دیس کنم دانشگاه SFU رو من برای گرادویشن خواهرم رفتم دانشگاه SFU بعد نمیدونم واقعا کدوم آدم ناعاقلی تصمیم گرفته که اجاره بسازه تصمیم گرفته که اون کانووکیشنی که این همه آدم قراره تو شرکت بکنن تو ونکووری که فقط بارون و سرماست و رو دانشگاهی که رو دل کوه جای باز باشه ببین همه داشتن سگلرز میزدن یعنی خود مدیره داشت سگلرز میزد حالت کورانی میشه چرا بود آره ساعت 9 صبح بود نه پیشبینی هوا اشتباه کردن نه آخ اینا این برای سال 2020 بود و 2021 که کسایی که نه ویرچوال داشتن ولی بهشون گفتن اگر که بخواین مثلا میتونی بیاین اینجا ولی معمولا دیرتره چرا خوب تابستونش دیرتره چون یو بی سی این کار نکرد ویرچوال نداشت ویرچوال داشت ولی واسه شون باقی نذاشت برای اینا حالا گذاشته بودن اینا بعد همه داشتن سگلر ببین سوزی که میومد پتو ندادن بهتون نه پتو نمیدن چرا همیشه میدادن هیچی ندادن که هیچی بعد یه سری آدم هم روزه گفتن کفشاتون هم در بیاد اسکاتلندیان بودن که داشتن ساز دامن باشن هی میومد میرفت اصلا ببین خیلی اکسپرینس بدی بود لطفا به دانشگاه ما احترام بذار بعد یه مشکل دیگه پارکینگ سربسته شما ندارین؟ چرا زیر خود کانوو بستن اونجا رو فقط برای چیز گذاشتن به اکسسبل رو گذاشته بودن اونجا فقط برای کسایی که حالا نیاز به ویلچر و حالا آسانسور این دادن ببین تا رسیدم یعنی واقعا بعد یکم بدترین روزا بود دیگه آره از آقای دکتر آدرس پارکی میگرفتی زنگ زدم بعد زنگ زد آنتن ندارید اون خراب شده آنتن هم نداره یعنی من هر چی سعی میکنم با ایشون تماس بگیرم بگم آقا من اینجا گم شدم فشاری شده کجا بودی که اون موقع که به من زنگ زدی دقیقاً کنار چون من به تکست دادم دیدم دلیور هم نشد گفتم اوکی
ایمان یه جا گیر کرده که تو رزفیوه. آره خیلی جای بدی بود. خلاصه من واقعا حالا میگن درصد چیز درصد سویساید و خودکشی و اینا توی اسفیو خیلی بالاتر از بقیه جای دیگه است. واقعا دلیل داره، یعنی اون آرشیتکتش زندان طراحی کرده بیشتر. نه اریک، آقای اریکسون آرشیتکتش که آره که ساختمون معروف ترامپ و که الان چیزه طراحی کرده، یه دونه هم تو یلتانه که سبکش هم حالت پیچیده ای داره. ولی زندان هم طراحی کرده. زندان هم بوده داره. ولی مثلا که اسفی قرار بوده زندان باشه، تغییرش دادن تو بین کار. آره روند پروژه رو عوض کن، تبدیل به همون حرفی بود که گفتم باید زندان ها رو تبدیل به دانشگاه کنیم. همون این این طرح اولی از اونجا اومد. یه دیگه همونجا وسط کار گفتن آقا بکنیدش همه رو، همه سلوله انفرادی رو بکنید لکچر رو. من میگم که دیگه ببین حالا جالبه در اسفی دیدی چه جوری باز میشه کلاسا؟ یه در داره. یه بار رفتم واقعا مثل زندانه. ایناست که اینجوری باید بچرخونی باز میشه میره تو لکچر رو. داره چی ده؟ نه شوخی ندارم، اقراق میکنم. قسمت برو ساینسمون باشه، یعنی اون قسمتی بود که کافتریا بود مثلا دراش جالب نیست، یعنی مثلا قشنگی حالت کلاسروم دراش فرق میکنه. ولی ایمان این چون اسفیو من سه بار در سال فکر کنم گریجویشن داره، دو بار همه دانشگاه همین فالش دیگه خیلی سردتره. یعنی نه ببین همیشه گریجویشن برای آدمایی که گریجویت میکنن خیلی سرد میتونه باشه، تبعیدگاه بابا زمستون باشن خب ربطی به دانشگاه چون اونا بیرونن دیگه، تو اون صفی که وای میسن تا بیان برسن. ولی جایی که جمع میشن حالا ممکنه مثلا برای شما ما اومدیم سرپوشیده بود، برای ما همش سرپوشیده است، یعنی حتی بیرون هم نمی از همش هم چرا بیرون صفایی نست بیرون نه. چرا ما از یه تیکه بیرون میای تو اسم رد میشی ولی بعدش توی دیگه. آره از بیرون میای در واقع از یه بیلدینگ بعد بری یه بیلدینگ دیگه وسطش توی چیزی. ولی اکثر صبر و اینا توی یه بیلدینگ. آره ببینید من یه چیزی از دانشگاه بعدم برای من فکر کنم جولای بود. به خوب بود، خیلی هوا خوب بود اون موقع که عالی اسفیو. آره دیگه فکر کنم فقط همون یه ماه خوبه دیگه، چون بعدش آره آخه دو بار در سال دیگه تو خودت میتونی انتخاب کنی یا این یا اون دیگه. آره آقا یه دونه سگمنت رو هفته پیش معرفی کرده بودیم، دو هفته پیش در مورد این صحبت کردیم که اگر که سوالی دوراهی چیزی هست برامون سوالاتون رو بفرستید که ما بتونیم به صورت خیلی برو ساینسی یا آقا با آمیانه آره آمیانه نه حرف غیر حرفه‌ای جوابتون رو بدیم. یکی از سوالایی که اومده رو ما انتخاب کردیم عنوان مثال، فکر کنم برای فصل دیگه ما خیلی بیشتر حالا اینو پی بگیریم. ولی آره وایس بدید بهتره، وایس حالا ویدیو وایس و بعدم کوتاه باشه دیگه خیلی آره یاد که زب در دو رو هم بزنیم زود تموم شه، نه اینکه با زب در دو نه حالا ما بریم پخشون ببین چیه بزنیم. سوال من اینه که من هر کسی که دور و بر خودم میبینم با یک نفر وارد رابطه است یا با پارتنرش، همیشه پارتنرش یا طرف مقابلش هزینه های رابطه رو میده، یعنی حالا اگه بیرون غذایی چیزی میخورن هزینه رو پارتنر یعنی اون پسره میده. ولی تو رابطه هایی که من همیشه توش بودم اینطوری بوده که من باید هزینه رو میدادم، یا اینکه همیشه بحث دونگی هزینه دادن پیش میاد. حالا بحث پول دادن خیلی مهم نیست، ولی احساسم اینه که طرف مقابلم تو رابطه اصلا مسئولیت خودشو قبول نکرده و اینکه مسئولیت خود از زیر بار مسئولیت خودش داره در میره. در واقع خواستم بدونم نظر شماها چیه، اینکه اگه یه پارتنرتون یا خود یه پسر توی رابطه اگه هزینه رابطه رو نده داره از زیر مسئولیتی که داره تو رابطه در میره یا نه؟ خب خیلی اگر که پسر تو رابطه با من که پول نده که یه ذره دوزیه، ولی من اول اینو بگم که مسئولیت پسره نیست که بخواد من نظر منه، به نظر من اصلا این که فکر میکنی مسئولیت پسره است که گفتن درسته بخواد حالا پول یا هر سرویسی رو ارائه بده مسئولیتش نیست. اگر این کارو میکنه دمش گرم، ولی خب این همیشه از نظر من یه دو طرفه بوده، جوری که یه بار شما باید تقبل بکنی یه بار ایشون تقبل بکنه. به هر حال این فشار حالا بیرون رفتنه به نظر من روی دوش این پسره نباید باشه، تنانه. یا حتی روی دوش شما هم نباید باشه اگر که شما توی رابطه بودی و همیشه شما تقبل میکردی، اینم درست نیست. همین ذهنیتی که فکر کنیم مسئولیتشو به نظر من
انجام نمیده مسئول خیلی ذهنیت تاکسیکیه. چقدر قشنگ حرف میزنه. جمع بندی کرد اصلا جمع کرد خیلی قشنگ حرف میزنه. ولی من میخوام بدونم اون سیبیلایی که شما، یعنی چه جوریه که این سیبیلایی که با شما میاد چی میگن؟ اینا از موفقیتشون به ما بگین تو خود ما. من به نظر من خیلی آدمای باهوشی هستن. آره میخوام اینم سیبیله رو سیبیله میاد شما خوراک رسیپی جمع کردن اگه میشد سریع دو تا رسیپی ازشون بگی بفرمایید. من دقیقاً نظرم مشابه نظر ایمانه. حالا جالب ما یه صحبت مشابهی هم داشتیم با بچهای فیکاکست که صحبت کردیم، حرفای مشابهی مطرح شد و ایشون هم که سوالو میپرسیدن گفتن که مسئولیتش رو درست انجام نمیده. به نظر من درسته، حالا باور حالا باور نه، شاید اکثریت غالب بگن که مسئولیت پسره، ولی باید بیاریم نگاه کنیم ببینیم ایده از کجا میاد. به نظر شخصی من این خود این تفکره یه تفکره حالا جنسیت زده، جنسیت زده است و به این برمیگرده که خب توی زمانهای گذشته خب به صورت طبیعی چون مردا بیشتر توی جامعه بودن، مردا بیشتر کار میکردن، مسئولیت مالی حالا مدیریت رابطه خانواده با مرد بوده و خب سنتاً اونها تقبل میکردن. ولی الان که دیگه این اتفاق نمیفته و الان که حالا به سمت برابری پیش میریم، نه که نزدیکش هم باشیم ولی پیش میریم، دیگه این که بگیم مسئولیت اون طرفه خیلی منطقی نیست. و نکته بعد قضیه اینه که اگه این رو مسئولیت طرف بدونید، پشبند این خیلی چیزهای دیگه میاد. مثلا پسری که تو رابطه شروع میکنه خرج دادن، میاد امر و نهی هم میکنه، میخواد مثلا رفت آمد شما رو هم کنترل بکنه، نمیدونم لباس پوشیدنت هم کنترل بکنه، اینا به صورت اتوماتیک با اون خرج دادن میاد. خب حالا تو شرایط ایدئال به نظر من اینطوریه که مهم نیست اصلا دو طرف چه شرایط مالی دارن، که چقدر پول در میاره، به تناسب درآمدی که دارن میتونن هزینه رو بدن. یعنی اگه 3-1 مثلا میتونن هزینه رو 3 بار 1 بده، 1 بار 1 اینجوری. ولی اینکه فکر کنید مسئولیت یه نفره، این غلطه. میگم اگه این رو مسئولیت اون آدم بدونید، پشبندش خیلی مزایا هم میاد که حالا که من این کارو انجام میدم کنترلت هم میکنم. ولی قشنگ کارون صحبت تو هم جفتتون خیلی واقعا به نظر من شما میتونین کلا دکتر هالوکویو بزنید. حالا من یه چیزی بگم، این من با یه مشکلی با حرفی که تو زدی دارم. تو این موقعی کار میکنی که واقعا مثلا تناسب 3-1 اگه تناسب 20-1 باشه چی؟ آقا نه شماره نگیم تو رو خدا، تناسب من باید بزنم. نه منظورم اینه که با انگوش بشه حساب کرد، درآمد یکی 20 برابر اون یکی، اون یکی باشه. به نظر من ساعت توقعتون رو بیارید پایین تر. آره یعنی توی نباشه که مثلا یه جایی بعد بریم که حتما باید مثلا میگه چی میگم 20 بار اون طرف بده یه بار. فهیم باید باشن. آره نه من مثال میزنم، میگم تو شرایط ایدال مشارکت باید به تناسب باشه دیگه. در راستای چیزی که تو میگفتی، من یه چیزی داشتم نگاه میکردم توی اینستاگرام، دیدم و این از این کلیپ ها یه دقیقه بود، میگفتش که آره اگر که ما استاندارد رو اینطوری بذاریم که تو داری میگی که طرف برای با تو بودن باید هزینه بکنه و پول بده، در ازاش هم هر موقع طرف بگی تو مثلا میگه من سکس میخوام، همون لحظه تو باید بهش مثلا اینو بعدش پروواید بکنی دیگه. نه میگفت داش مثال اکستریمو میذاره، پوتیشن میگه، اینم همونه دیگه. آره بده بسون نیست، 100% بگو بیزنس نیستش که حالا. آره من میخوام بگم یارم، اول از همه رابطه خودتون رو با کسی دیگه ای مقایسه نکنی. یعنی مثلا شما داری میگی دوست من اینجوری بوده، دوستتون رو یا اون طرف رو هیچ وقت الگوی خودتون قرار ندین که حالا اون رابطه بخوای خودتون هم در مورد قیاس قرار بدین. اصلا کار درستی نیست، چون مقایسه کردن به وجود میاد و هر کی هم با هر کی فرق داره. این از این. دوم از همه هم اینه که همون مثل حالا غربی تو این زمینه ها پیشرفته ترن به خاطر فرهنگشون، که همین دنگی دنگی که میگن فرهنگشون از دنگی آره دنگی دنگی، این البته این دنگی دنگی تو فرهنگشون نیست، تو فرهنگ عامیانه مونه، ولی تو گفتی عامیانه بگیم دارم میگم. آقا از اول همین نس نس با آدم مثلا بره، یا به قول ایمان که خیلی قشنگ صحبت کرد،
خیلی سرسخ شما اصلا کارون و ایمان جمع کردن این شما هم داشتی خوب پیش میره ولی اصلا نه اینا یه چیزی گفتن که این ریشه یابی کرد اصلا الان میره آمار کشوری دیگر هم در میاره میگه دونه دونه ببین ولی مثلا ببخشید بذار اینم بهم بگم خواهش میکنم اصلا چی داشتم میگفتم گفتم به نظرم بذار من بگم یادم میره یکی هم آره مقایسه اما بعد همین دنگی دنگی نس نس از یا یه بار ایشون بده یه بار روشون بده یا همین جوری برین جلو دیگه آقا چه کاریه که حالا مثلا اون دو بار بده سه بار بده و شما هم حساب نکن آقا وقتی میگه بگو همون چیز قدیمی من کیفولم رو یادم رفت که طرف بدون نوبت خودشه نمیتونه اونو خیلی اون کار انجام بده نه بعدم میفهمه دیگه طرف دیگه سیبیله دیگه یه بار دو بار سه بار دیگه اصلا جمع کن برو دفعه سه بار ببین خب منم هم نظر شما ولی در کنارش هم میتونه یه تایپ آدمی باشه که آقا بگه من دوست دارم پارتنرم برام هزینه بکنه و در چی بود اسمش چی بود زبان عشقش این باشه زبان عشقش این حالا زبان یا هر چیز و اول رابطه به طرفش بگه بگه آقا من درخواستم اینه منم همچین درخواستی دارم منم دوست دارم عشق من اینجوری به من بگه همه هزینه کنن دنبال رسپیه آره نه برعکسم اون اگه روشن باشه خودش بدونه تکلیفش یه پارتنرش هم قبول بکنه نمیتونیم مثلا به اون خورده و اینا بگیریم که اونطوری حال میکنه نه آره حالا اصلا شاید اصلا کلا خورده نمیگیریم آقا من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم اگه موردی که ایشون گفتن لطفا رسیپیاش هم باز بفرستن برای داشکارون چون همون مورد ما خوبه بدونیم هم این مورد که قشنگ به یه بلنسی برسیم فرض نظر تو چیه خب منم که هم نظرم با همه صحبت هایی که گفته شد یاد خاطره افتادم یکی از دوستان مال خیلی سال پیشه که میشون الان ازدواج کرد نه با دوستاش مال میذاره میخوام بگم که این چیز فقط ربطه به ما ایرانی هم خلاصه نمیشه یعنی همه جا هست این داستان فقط این طوری نیست که ما ایرانی اینجوری رفتار میکنیم که یه دوست دختری داشت که ایرانی نبود و خودش اون موقع دانشجو بود دوست من بعد دختره ازش این انتظار داشت که همه مثلا بیرون میرن شام این ور اون ور اون هزینه کنه و در صورتی که خود دختره مثلا یه کاری داشت تو رستوران درآمد خوبی داشت و این دوست من دانشجو بود هیچ درآمدی هم نداشت بعد که همون اوایل رابطه دوست من بهش گفته بود که ببین تو الان من اصلا کار ندارم تو اگه کسی بخواد هزینه کنه تو باید هزینه کنی و اله قشنگ گفته بود دیگه روک گفت نه اینو هیچی بهتر از صداقت نیست داداش ذهنم یه جوابی اون آدم به اون داد که خیلی خنده دار ولی هیچی بهتر از صداقت نیست تو هزینه کن دیگه و آره گفته بود نه دیگه ما با هم مساوی باشه دیگه این مسخره بازی ها نیست برابری من آره. یعنی میخواستم بگم این فقط ما ایرانی ها نیستیم یه نکته دیگه هم حالا سپه گفت مقایسه نکنید ولی بعضی موقع خوبه که آدم حالا اطرافیان خودش هم یه جورایی بسنجه تو این موقعیت ها کلا اومده مخالف من صحبت کنه نه مخالفت میگم نه اصلا صحبتشو بکن نه مخالفت میگم اطرافیان تو توی این شرایط های مختلف میتونی بهتر بشناسی اگه مثلا همه دوستای تو به صورت خیلی خوشحالن که میگن آقا پارتنرشون داره براشون هزینه میکنه و مثلا پسره نمیدونم پول داره نمیدونم از این صحبت رو میکنه اون یه لحظه یه تو باید به خودت فکر کنی که اوکی شاید گروه دوستی من خوب نیستن اونقدر شاید مچور نیستن چه میدونم یعنی میگم اینجوری هم با یه آگاهی با آرمان های من شاید هم اونو ور نداریم بزنیش از سر پسر قرابت معنایی داشت با یه جوکی که فرهاد بلد بود بله نمیگه. من میترسم که خیلی بدتر بشه این اپیزود نه. من میگم هر چه سریعتر به من رپش کن بره رپش کن پول به من نیم اپیزودو آقا من بازم بگم هفته دیگه ما لایومون رو داریم به صورت آقا یه چیزی ببخشید یه نتیجه گیری بکنیم اینا بگم نتیجه گیری حرفا جدی آقا اولش شما میتونی به خیلی به طور روک و مستقیم همینجوری که ایشون گفت آره و ایشون گفت نه و ایشون فرادم نه همون اولش بگی آقا یه بار من یه بار تو یا لطفا از این به بعد که میریم بیرون 50-50 همونجا سنگاتون رو وا بکن ان شاء الله خوش باشه اگه روتونم نمیشه بگید این قسمتو بفرستید برای بفرستید من بهش میگم یه چیزی فقط دیگه
جامعه آره بگم بگم دیگه بنظرم من رابطه‌ای که توش بحث پول این مدلی مطرح بشه پایان خوشی نخواهد داشت. خیلی باریکه این اصلا دیگه وقتی پول وارد حالا بحث اصلا رفاقت بین دوست معمولی یا رابطه محبت آمیز بشه به مرور منو داشیم ما کارو نداریم منو داشیم ما نداریم هر دوستی بوده پول وارد شده اگه از اول سنگتون وا نکردیم واقعا داش که بریم مهمون شما. آقا دم همه گم، مرسی که تا اینجا با ما بودید. ما هفته دیگه سیزن فینالی مون رو داریم به صورت لایو از همینجا. نه هفته دیگه میشه. آره عشق است. از همینجا هستیم باهاتون، پست‌های مرتبطش رو می‌ذاریم تو اینستاگرام. ما میریم و هفته دیگه به صورت لایو برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 با هم خوش گذشت. مبارک. با هم میذاشتیم.